سرخط خبرها، زده شدن جرقه جنگ بزرگ منطقه‌ای میان آمریکا و نیروهای متحد ایران، بازگشت روباه پیر به منطقه برای کمک به نتانیاهو، و افزایش حملات روسیه به شرق اوکراین. به این دسته که خبری از فیک خوش آمدید. تارنمای هیل در یک گزارش تصریح کرد که با تداوم حملات به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، آمریکا بر روی لبه پرتگاه جنگ قرار گرفته است. این تارنمای تحلیلی آمریکایی در این گزارش نوشت: با اینکه حملات به موازی آمریکا باعث وارد آمدن تلفات و خسارات جدی به دارایی‌های آمریکا شده، اما کارشناسان انتظار تغییر در موضع دولت جو بایدن به شکل عمده را ندارند. بر اساس این گزارش، در حال حاضر تبادل آتش در خاورمیانه ده‌ها نیروی آمریکایی را زخمی کرده و چشم اندازه پیش روی دولت بایدن در این منطقه از جهان را خطرناک‌تر می‌کند. جاناتان لورد، مدیر برنامه امنیت خاورمیانه در مرکز امنیت آمریکایی نوین، در این خصوص گفت: مطمئن هستم یک امیدواری در دولت وجود دارد به اینکه این حملات آمریکا تأثیر بازدارنده داشته باشد، اگرچه تاکنون به طور مشخص این تأثیر را نداشته است. یعنی تردید دارم از اینکه آنها تأثیر بازدارنده داشته باشند، زیرا گروهایی که این حملات را علیه منافع آمریکا انجام می‌دهند در تلاشند آمریکا را به یک جنگ بزرگتر بکشانند. نیت آنها در انجام این حملات چیزی جز هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در این نقطه از جهان نیست. این تارنما با ابراز تردید از اینکه حملات هوایی آمریکا برای دفاع از خود مانع گروه‌های شبه نظامی شود افزود: چون نیروهای آمریکایی از زمان حمله در روز چهارشنبه دست کم 6 بار توسط این نیروها در عراق و سوریه هدف قرار گرفتند. با این وجود، خطر یک حمله وحشتناک‌تر علیه منافع آمریکا در منطقه همچنان به قوت خود باقی است. این رسانه آمریکایی نوشت: گروه‌های شبه نظامی به وارد کردن خسارات بزرگ به نیروهای آمریکایی نزدیک شدند. رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که صبح روز 26 اکتبر یک پهپاد که به پایگاه هوایی آمریکا در اربیل عراق پرتاب شد، با عبور از دفاع هوایی پایگاه به پادگان سربازان آمریکایی در آن مستقر بودند برخورد کرد. جاناتان لورد ابراز عقیده کرد: به لحاظ تاریخی خط قرمزی که واکنش آمریکا را برمی‌انگیزد چیزی جز کشته شدن و یا زخمی شدن جدی نیروها یا پرسنل آمریکایی نیست. مشخصاً این موضوع یک دوراهی را برای رئیس جمهوری آمریکا ایجاد می‌کند، زیرا هیچ کس نمی‌خواهد بنشیند و منتظر این حملات باشد تا در نهایت پیش از پاسخگویی جان یک آمریکایی دیگر نیز گرفته شود. مارک هانسین، مشاور ارشد برنامه امنیت بین‌المللی در مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی، نیز چنین عنوان کرد: اگرچه آمریکا به طور مشخص خواهان تشدید این شرایط نیست، اما خطرات چنین نتیجه‌ای هیچگاه از بین نمی‌رود. کانسین به هل گفت: اگر یک حمله بزرگ در عراق یا سوریه، جایی که شما یک پایگاه دارید، انجام گیرد، چنین تلفات جدی خواهید داشت. اگر آنها یک موشک شلیک کرده و یک کشتی آمریکایی را هدف قرار دهند، در این مرحله فکر نکنم آمریکا مجبور به دخالت نباشد، چون دیگر لزومی به عدم تلافی احساس نمی شود. حدود 3400 نیروی آمریکایی در سراسر عراق و سوریه مستقر هستند و واشنگتن مدعی است که حضور آنها برای کمک به یک ماموریت بزرگ برای جلوگیری از ظهور دوباره داعش در منطقه است. تارنمای هیل مدعی شد: بایدن تاکنون یک رویکرد محتاطانه را در پاسخ به حملات علیه نیروهای آمریکایی اتخاذ کرده و به دنبال جلوگیری از ایفای نقش گسترده‌تر آمریکا در جنگ رژیم صهیونیستی و نیروهای مقاومت فلسطین است. بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری آمریکا همچنین هفته گذشته آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه خود را به عراق اعزام کرد تا مقامات ارشد این کشور را برای متوقف کردن گروه‌های مقاومت تحت فشار قرار دهد، اما این تلاش‌ها تاکنون برای نیل به نتایج مطلوب جاناتان لورد ابراز داشت ترس و نگرانی از گسترش جنگ حماس اسرائیل و تبدیل آن به یک جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر بسیار واقعی است. منابع خبری اعلام کردند که رژیم صهیونیستی به دنبال تعیین نخست وزیر پیشین انگلیس به عنوان هماهنگ کننده امور انسانی در نوار غزه انتخاب شده است تا با این کار فشارهای بین المللی را کاهش دهد. به گزارش امروز دوشنبه از ایرنا، برخی منابع صهیونیستی اعلام کردند که مقامات تل آویو به دنبال انتخاب تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس به عنوان هماهنگ کننده امور به اصطلاح انسانی در نوار غزه است. این منابع اعلام کردند که هدف از این کار کاهش فشارهای بین المللی علیه کابینه نتانیاهو
نتانیاهو به دلیل جنگ وحشیانه صهیونیست‌ها در نوار غزه است. پایگاه خبری واینت به نقل از مقامات ارشد صهیونیست که نام آنها را ذکر نکرده اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در تلاش است از تجربه بلر به عنوان فرستاده پیشین کمیته چهارجانبه در منطقه استفاده کند و نگرانی‌های بین‌المللی در خصوص هزینه‌های غیرنظامی جنگ رژیم صهیونیستی در غزه را کاهش دهد. بر اساس اعلام منابع صهیونیستی، با نخست وزیر پیشین انگلیس در خصوص این مسئله تماس گرفته شده و از چند هفته اخیر رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد. اما دفتر بلر در واکنش به این خبر اعلام کرده که هیچ منصبی به وی پیشنهاد نشده ولی به طور مستقیم هرگونه تماس با وی را تکذیب نکرد. پایگاه خبری واینه تاکید کرد که منصب و سمت پیشنهاد شده به تونی بلر و چارچوب آن هنوز به طور دقیق و روشن تعریف نشده است. این پایگاه خبری بدون اشاره به بسته بودن مرزهای غزه و محاصره کامل آن از سوی رژیم صهیونیستی مدعی شد اکنون تمرکز بر مسئله فراهم کردن درمان و دارو و امکان انتقال مجروحان و بیماران از نوار غزه است. شایان ذکر است که بلر از سال 1997 تا 2007 نخست وزیر انگلیس بود. بلر نقش برجسته‌ای در کشاندن بریتانیا به جنگ افغانستان در کنار ایالات متحده داشته. او بعد از جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در حمله به عراق در سال 2003 نفر دوم بود و همیشه از اقدامات نظامی و جنایات در منطقه دفاع می‌کند. او همچنین با فعالیت‌های مخفیانه‌ای که در سال‌های گذشته انجام داد، نقش کلیدی در نزدیکی رژیم صهیونیستی با امارات داشت که منجر به عادی‌سازی روابط میان ابوظبی تل آویو در سال 2020 یعنی 25 شهریور ماه سال 99 شد. رئیس سرویس فدرال همکاری‌های نظامی فنی روسیه از تداوم صادرات تسلیحات این کشور به دیگر نقاط جهان با وجود تحریم‌های غرب خبر داد و گفت که فشارها برای بدنام کردن مسکو ناکام مانده است. نقل از اسپوتنیک، دیمیتری شوگایوف روز دوشنبه در گفتگو با این خبرگزاری اعلام کرد تقاضای مشتریان خارجی برای خرید تجهیزات نظامی روسیه با وجود تحریم‌های غرب کاهش نیافته و میزان سفارش تسلیحات در سطح 50 تا 55 میلیارد دلار باقی مانده است. وی که این اظهارات را در حاشیه نمایشگاه بین المللی دبی ارشو 2023 در نمایشگاه جهانی صنعت هوا و فضا ارائه می‌کرد افزود صادرات تولیدات نظامی روسیه به کشورهای خارجی شریک از مسیر دریایی ادامه دارد و این امر علی‌رغم تحریم‌های غرب و تلاش برای بدنام کردن مسکو است. رئیس سرویس فدرال همکاری‌های نظامی فنی روسیه اضافه کرد اهداف صادراتی تعیین شده ما برای سال جاری هم محقق خواهد شد. شوگایوف همچنین از تمایل امارات متحده عربی به طیف وسیع از تسلیحات روسی خبر داد و خاطر نشان کرد که مسکو و ابوظبی در حال رایزنی در زمینه تامین تسلیحات جدید و همکاری‌های صنعتی هستند. پلیتیکو به نقل از مقامات نظامی اوکراین از افزایش عملیات‌های روسیه و پیشروی نیروهای نظامی این کشور برای بازپسگیری مناطق تصرف شده خبر داد. فرمانده ارشد نیروی زمینی اوکراین در پیام‌رسانی تلگرام نوشت نیروهای مسکو تلاش‌ها برای بازپسگیری قلمرو نزدیک باخمت را آغاز کردند. بنابراین گزارش روس‌ها نسبت به باخمت فعالتر شده و در تلاشند تا مواضع از دست رفته قبلی را بازپس بگیرند. سخنگوی وزارت دفاع روسیه نیز در این زمینه گفت که نیروهای روس سه روز گذشته 5 حمله اوکراین را در نزدیکی کلیشیوکا و کوردیومکیا دو شهرک کوچک واقع در جنوب باخمت نفع کردند. گفته می شود حملات متقابل اوکراین تاکنون تنها به دستاوردهای جزئی و خسارات سنگین منجر شده است. نیروهای مسکو تلاش کردند تا در شمال شرق و با هدف منحرف کردن کیف و به حداقل رساندن تعداد نیروهایی که اوکراین قادر به اعزام به نبردهای کلیدی جنوب و شرق است پیشروی کنند. اوکراین میگوید نیروهای روسیه همچنین به فشارهای یک هفته‌ای خود برای محاصره آویدیوکا یک پایگاه اوکراینی در جنوب باخمت و یک هدف کلیدی از آغاز جنگ ادامه می‌دهد. این قسمت دروازه ورود به بخش‌هایی از منطقه شرقی دونسک تحت کنترل کیف محسوب می‌شود. ستاد کل ارتش روسیه نیز گفت که نیروی هوایی روسیه نقش مهمی در حملات اخیر ایفا کردند. در همین حال جنرال الکساندر ترنوویسکی که رهبری نیروهای اوکراینی در حال نبرد در آویدیوکا را بر عهده دارد، روز گذشته در تلگرام نوشت که ارتش روسیه طی روز گذشته 30 حمله هوایی با 712 حمله توپخانه‌ای انجام داده و تقریباً 50 بار با نیروهای اوکراینی درگیر شده است. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.